سلام به روی ماهتون خوش اومدین با یه ویدیو دیگه با من تو این ویدیو قربه در رنگ کردن مو در خونه با صحبت کنم خب خیلی از هم سوال پرسیده بودین که ما تو خونه بلد نیستیم ما اونو رنگ کنیم و اینکه الان کروناست زیاد نمیتونیم بریم آرشگاه و مو رو رنگ کنیم از نظر حالا های بهداشتی و به حال مسائل بهداشتی خب الان به حال شرایطش نیستش که این کار انجام بدیم خب ما چجوری میتونیم موهامون رو رنگ کنیم رنگ کردنمون چه نکاتی داره و اینکه چه رنگای چه رنگایی به درد موهامون میخوره و کل سال واجب این قضیه ازم پرسیدین که قراره تو این ویدیو امروز واجبش با همدیگه صحبت کنیم و تمام نکات رو بهتون بگم اما قبل از اینکه که رنگ کردن مو بخوایم با همدیگه صحبت کنیم من براتون قبلا یه ویدیو درست کردم واجب انواع موها انواع موی سر که حالا به چند نوع تقسیم میشه چجوریه، حتی این که چه جویه، حتی اینکه چه ماسک گیاهی برای چه نوع موی مناسب هستش براتون درست کردم لینکشون بالا براتون قرار میدم از اون بالا حتما ببینید و حتما اون ویدیو ها اول ببینید بعد به ادامه ویدیومون بپردازید اگر هم به موضوعات پوست و سلامتی زیبایی علاقه دارید و مثل من دنبال این هستید که به زیبایی خودتون و به سلامتی خودتون برسید حتما چند ما رو در یوتیوب سابسکرایب کنید لایک کنید و برامون کامنت بذارید خب اول از همه ببینیم در مورد رنگ کردن ببینیم مثلا رنگ کردن در چه چجوری هستش و به چه صورته خب من اگه بخوام در آموزش کامل و دقیقه رنگ کردن مو تو خونه باتون صحبت کنم اول از خب خب همونطور که میدونیم رنگ کردن تو بسیار از خانم ها و حتی آقایون روی چهره شخص خیلی تاثیری داره مخصوصا کسایی که مثلا پوست سبزی دارن یا موهای تیره ای دارن وقتی که موهاشون رو روشن میکنم حتی رنگ پوست هم دو سه درجه روشن تر میشه و برعکس کسایی که حالا موهاشون روشن هستش موهاشون تیره میکنن یکی دو درجه پوستشون معمولا تیره تر میشه اون هم به خاطر رنگیه که توی اون رنگ مو استفاده شده و انقدر به چشم میاد که این تحصیلات رو به حال روی صورت شما هم میزنه خب برای اینکه موهاتون رو رنگ کنید اول از همه قیچی به دست بشید برای اینکه نتیجه بهتری از رنگ کردن موهاتون تو خونه بگیرید قبل از رنگ کردن اول از همه بیاید نوک موهاتون رو که دوچار مخوره شده و شروع کنید به کوتاه کردن همچنین بهتر قبل از رنگ کردن قسمت های خشک و آسیب دیده موهاتون رو اول کوتاه کنید زیرا موی خشک و شکرنده هیچ وقت نمیتونه به خوبی رنگ به خودش نگه داره و بعد از یه مدت کوتاهی هم کلا رنگش معمولا از بین میره و اصولا موها خیلی بد رنگ میشه در بندی حالا برای رنگ کردن مو اگه بخوام بهتون بگم ببینید رنگ ها از درجه یک تا ده تو بازار الان وجود دارن درجه بندیشون در اصل از شماره یک میشه سیاه دو میشه قهوهی خیلی تیره سه قهوهی تیره چهار قهوهی پنج قهوهی متوسط شش قهوهی روشن هفت بلند تیره هشت بلند متوسط 9 بلوند روشن و 10 بلوند پلاتینی روشن تا حالا تو بخش از رنگ موی درجه 11 و 12 هم وجود داره که میتونیم این رنگا رو با رنگ های اصلی هم ترکیب کنیم تا موهای خود روشن تر بشه که مثلا شماره های بعدش دیگه ممیز میخواه مثلا میشه یک و دو دهم 1 یک و یک یک و سه که نشون دهنده دست ترکیب رنگ اصلی با مثلا رنگ فرعی هستش خب حالا سوالی که از آن خیلی میپرسید اینه این که خب ما مهم رنگ موهامون رو چجور خونسا کنیم ببینید برای رنگ کردن موها که براتون راحت هم بشه اگر شما چرخه رنگ رو در اصل بشناسید و بدونید که موه شما سه ترکیب اصلی از سه تا رنگ مختلفه اصلی ترمینش خب قرمزه معمولا مخصوصا ایوانی ها پایه اکثر موهاشون قرمزی داره خب حالا بسته به این که موی شما تیره هستش یا روشن این رنگ متفاوته مثلا اگر خیلی موهاتون روشن باشه به زردی میخوره اگر که موهاتون تیره باشه به رنگ قرمز میخوره اگر که یه چیزی ما بین این دوتا باشید معمولا به رنگ آبی میخوره اینها دست رنگ اصلی هستن که در حالت طبیعی ما تو موهامون یه جوایی داریم یه رنگ های داریم مثل نارنجی سبز بنفش که از ترکیب های رنگ های اصلی به دست میاد حالا تعین رنگ که موهاتون به چه صورت هستش و اینکه در اصل ما اگه بخوایم مهم رو رنگ کنیم جز عوامل اصلی رنگ کردن موهاتون به حساب میاد رنگی که شما روی موهاتون میذارین ممکنه به علت رنگدانه زیبی موهاتون رنگی که میخواهید رو به دست نیارید برای هر رنگ یه رنگ مختلف معمولا وجود داره مثلا در صورتی که رنگ موی شما نارنجی باشه گذاشتن رنگ سبز رو موهاتون موی شما رو قهوه‌ای میکنه یا اگر موی حالت رنگ زردی به خودش رفته باشه گذاشتن رنگ بنفش روی موهاتون سبب از بین رفتن زردی موهاتون میشه برای خیلی مهمه که خونسا کردن دست رنگ موهاتون رو بشناسین که اگر که مثلا دنبال رسیدن به یک رنگ مورد دلخواه خودتون هستید دقیقا همون رنگ براتون در بیاد چون این بعد از قسمت مخور گیری موهاتون قدم اول مهمترین قدمی هستش که شما باید در مورد موهاتون حالا چه موهاتون رو رنگ کرده باشین چه نکرده باشین اطلاع داشته باشید اگر موهاتون رو رنگ نکردین که حالا مهمه که بر حسب دو در نهایت موهاتون به چه رنگی تبدیل میشه اگر موهاتون هم رنگ کردین که باید ببینید پایه اصلی موهاتون قرمزی داره یا زردی و حالا بعد از این که حالا موهاتون رو برای اولین بار رنگ کردین و خواستین دوباره یه رنگ مجدد و اون رنگ رو تغییر بدید چه رنگ چه خونسا کننده ای بعد استفاده کنید تا این رنگ رو بگیره تا در نهایت شما به رنگ مورد دخالتون برسید خب بریم یه ذره در مورد رنگ کردن موهای سفید هم با هم صحبت کنیم ببینید برخی از موهای سفید مانند موهای ریز کلوف اطاف شقیقه در مقایسه با دیگر موهای سفید در برابر رنگمون مقاومم یا خیلی سریع رنگ خودشون رو از دست میدن برای موهایی که بسیار سفیدن اول از همه بهتر از اکسیدان 20 یا 30 و وی موی سفیدتون اول قرار بدید و اجازه بدیدید سیغلوش 5 تا 7 دقیقه بمونه سپس موهاتون رو کاملا آبکشی کنید و این کار از جایی که سفید ترین مو داره آغاز کنید سپس موهاتون رو دوباره بشویید و کامل خوش کنید و بعدش رنگ از یه رنگی که یه درجه تیرهتر از رنگ مورد نظرتان هست رو موهاتون قرار بدید زیرا که رنگ به دلیل وجود نداشتن رنگدانه در تار موها روشنتر به نظر میرسه مثلا شما اگر که موهاتون سفید شده باشه میخواهید رنگ قهوه‌ای شکلاتی رو موهاتون بزنید اگه خود رنگ قهوه‌ای شکلاتی رو رو موهاتون بزنید باعث میشه که موهاتون مثلا آجوری دیده بشه یا حالا آجوری هم نه قهوه‌ای رو به بلونتور دیده بشه خب پس خیلی مهم هستش که شما از رنگ قهوه‌ای استفاده کنید که خیلی تیره باشه و باعث بشه که کلا موهاتون به اون رنگی که دوست دارین در نهایت برسه خب موهای سفید قدرت جذب خیلی بالایی دارن پس بعد زمان گذاشتن رنگ روی مو تقریبا 45 دقیقه باشه با رنگ کردن مو به موهای خشک هم اتفاقا شما قوت میدید که گذاشتن رنگ روی موهایی که سوه خشکی و شکنندگی و ویزشه مو هستن هم حتی میتونه مفید باشه اما از رنگ مو و از برندی که دارید استفاده میکنید و از اکسیدانی که دارید استفاده میکنید خیلی مهم هستش که شما از چه برندی استفاده میکنید و چقدر قرار به موهاتون آسیب بزنه اوکی؟ یعنی که شما تو حالت طبیعی وقتی که موهاتون رو رنگ میکنید مو در حالت طبیعی خود خشکتر میشه ممکنه که حتی وزی بگیره و حتی در اصل مشکل پیدا کنه ولی وقتی که شما در اصل یه رنگ موی استفاده کنید که اون رنگ مو برند مناسب باشه اکسیدان عالی استفاده کنید خب همین این باعث میشه که موهاتون جون بگیره و خیلی خیلی موهاتون تقویت بشه خب و حتی از خشکی و آسیب دیگه هم جلوگیری بشه خب برای اینکه بخوایم حالا رطوبت کافی رو به موهای خشکتون هم اگر که حالا بعد از اینکه موتور رنگ کردین برگرده باید از اسیدهای چرب طبیعی استفاده کنید مثل روغن زعفران یا روغن نارگیل روغن آرگان روغن های مختلفی که باعث میشن که موهای شما از حالت خشک خارج بشه که برای این کار تو کف دستتون چند قطر روغن میریزید و روی موهای خشکتون میزنید این کار اگر متداوم انجام بشه رطوبت از دست رفته رو به موهای شما برمیگردونه اما موهای شما رو در از چرب نمیکنه برای شستشوی موهاتون از شامپوی مخصوص موهای رنگ شده استفاده کنید ماهی رنگ شده خود و قبل از اینکه حالا وارد استخ بشید یا آب بشید بدون کلو کاملا بشویدش زمانی که موهاتون خیسه اون رو کاملا شونه نزنید و موهاتون رو با سشوار خشک نکنید زیر رطوبتش هم از بین میره برای رنگ کردن مو به چه شماره اکسیدانی نیاز دارید خب همونطور که میدونید بسته به اینکه شما چه رنگ موی رو میخواید انتخاب کنید اکسیدانتون متفاوته مثلا اکسیدان شماره یک رنگ ها رو معمولا به طور جزئی باز میکنه مثلا شخصی که موهاش قهوه‌ای خیلی روشن هستش و میخواد بلند کنه با اکسیدان شما یک شب موهاش کاملا باز بشه و موهاش کلا رنگ بگیره اکسیدان شما دو قدرت باز کنندگی و روشن کنندگی موهای سفید رو داره شما اگر موهاتون سفید باشه باید حتما از اکسیدان شما دو استفاده کنید اکسیدان شما سه با کم میزان رنگ قدرت روشن کنندگیش خیلی بالا مثلا اگر شما ماهاتون مشکی هستش یا قهوه تیره هستش میخواید ماهاتون رو بلاند کنید بعد از اکسیدان شما سه استفاده کنید یا برعکس اگر موهاتون بلند باشه بخواید مشکی کنید باز همینطور اما یه نکته یه که خیلی دوست هم همینجا قبل اینکه موضوع هم یادم ببه بهتون بگم این هستش که شما بعد از اینکه بخواید از یک موی خیلی روشن به یه موی خیلی تیبه یا یه موی خیلی تیبه به موی خیلی روشن بخواید برید موهاتون خیلی خیلی آسیب میزنه و پیشنهاد میکنیم یعنی پیشنهاد میکنیم به همه آدما <تصفح> که اول از همه درجه درجه موهاتون رو رنگ کنید برای اینکه موهاتون کمتر آسیب ببینه یعنی اگر موهاتون مشکی میخواید بلند بشه اول از همه موی مشکی خودتون رو رنگ کنید به رنگ قهوه‌ای بعد دوباره مثلا دفعه بعدی یه درجه روشنتر یه درجه روشنتر تا برسه به قسمت بلوند اینجوری موهاتون کمتر آسیب میبینه ولی اگر قرار باشه از خود مشکی یه رو مستقیما رو بلوند بخواید برید موهاتون کلا یا نابود میشه یا بعد از یه مدتی هم نازک میشه هم کمپوش میشه هم ریزش مو میگیرید همین که وقتی به موهاتون دست میزنید انگار موهاتون تو دستتون پودر شده و این از مشکلات تغییر رنگ ها هستش حالا تو ادامه صحبت اکسیدانمون استفاده از اکسیدان هایی که درجه بالا دارن سبب پاک کردن میزان زیادی از سولفور موهاتونن پس توصیه میشه از اکسیدان با با کمتر از درجه C استفاده کنید آمونیاک هم خب هم همینقدر خطرناکه و باعث میشه که موهاتون مشکل پیدا کنه خب سوال بعدیتون اینه که آمونیاک چیه؟ آمونیاک یه مادهیه که تو رنگ موهای دائمی معمولا به کار میه و سبب جدا کردن کوتیکول مو میشه به رنگ مو اجازه نفوذ به داخل مو میده و اگر آمونیاک به کار رفته در رنگ بیش از حد تند باشه سبب جدا شدن بیشتر به پیوندهای سلفور مو و صف شدن موها و کاهش قطف و وزن موها میشه قطعا خب هنگام رنگ کردن مو باید مراقب یه سری چیزا باشید اول از همه مراقب مثلا لکه های رنگ بد باشید خب برمی رنگ کردن موهاتون اول از همه اطراف صورت اطراف گوش گردن و پیشانی کمی مرتوب کننده بزنید تا پوست شما رنگ نگیره سپس با حوله اطراف گردنتون رو بپوشونید زیرا رنگ باعث التهاب پوست گردن میشه لباس خودتون رو با یک لباس کهنه تعویض کنید چون ممکنه که به حال رنگ روی لباستون بریزه که سبب از بین رفتن لباستون یا حتی اگر که درصد مثلا آمونیاکش بالا باشه یا دست اکسیدانش خیلی بالا باشه حتی ممکنه که رنگ لباستون رو هم تغییر بده قبل از رنگ کردن موهاتون حتما دستکش دستتون باشه و اگر هم پوستتون در حین رنگ کردن لک شد نگوان نشید در آخر از طریق وازلین یا الکل طبی کامل میتونید رنگ پاکش کنید خب تو چه ظرف های حالا رنگ رو باید مخلوط کنید توی یه ظرفی که ترجیحا غیر فلزی باشه مقداری از لازمی از رنگ مورد نظرتون رو ببیزید بعد بهش اکسیدان اضافه کنید و با قلم رنگ مواد کاملا با همدیگه مخلوط کنید تا ترکیبی یک نواخ به دست بیاد برای رنگ کردن مو از کجای سبد شروع کنم اگر موهاتون رو تا به حال رنگ نکردید و موهای طبیعی و رنگ نشده دارید دقت کنید باید این موهاتون رو رنگ کنید تا روی هر تابه مو رنگ کافی وجود داشته باشه برای رنگ کردن موها ابتدا از قسمت انتهایی و طولی این کار شروع کنید طوری که رنگ مو با ویشه مو پنج و دو دم یا حالا همین هلوش سانتیمتر البته منظورمه ترجیح هم فاصله داشته باشه یعنی سعی کنید که ویش از ریشه موهاتون رو رنگ نکنید و ده دقیقه هم صبر کنید و سپس رنگ رو به ریشه مو بزنید برای اینکه موهاتون رنگ بگیره و اگر موهاتون نازکه رنگ مو باید سی دقیقه و اگر موهاتون زخیمه رنگ مو باید چه دقیقه رو مو موهاتون بمونه بیشتر از این هم تو بخش و زیبایی معمولا بیشتر از این مقدار نمیمونه اما خب یه سری افراد هستن کلا موهاشون دیر فولیکول باز میکنه اصطلاحا همش میگن طرف موهاش دیر رنگ باز میکنه خب اینا معمولا ممکنه تا حتی یک ساعت و نیم هم باشه ولی هر چقدر که شما در اصل مدت زمان بیشتری و دارید برای باز کردن رنگ موهاتون استفاده میکنی طولانی تر باشه همین قضیه خب باعث میشه که شما موهاتون بیشتر آسیب برسه بهش پس خیلی مهم هستش که از رنگ موهایی استفاده کنید که درصد جوابدهی و درصد رنگ پذیری موهاتون خیلی بالاتر ببره برای رنگ کردن موهای خاکستری و سفید بهتره که رنگ رو از جایی که به موی خاکستری یا بیشتر بیشتره مانند جلوی سر شروع کنید و بعد از اینکه مدت زمان حالا نیم ساعت تا چل دقیقه گذشت اول از همه موهاتون رو چک کنید اگر موهاتون کامل رنگ رفته باشه کافیه که یعنی اون رنگ رو یه خود کنار بزنید و رنگ موهاتون رو ببینید اگر کنار رفته باشه خب همین موضوع باعث میشه که یعنی مشخص میشه که موی که شما رنگ کردین تو چه لولیه مثلا موهایی که رنگشون مشکیه معمولا دیو رنگو میپذیون و خیلی طول میکشه که شما مثلا به رنگ دل خواهد برسی و اینها معمولا قرمزی خیلی شدیدی دارن که باید حتما از اکسیدان های ضد قرمزی توی رنگ کردن موهاشون هم استفاده کنن خب بعد از نیم ساعت تا چه لقه موهاتون رو چک کردید و دیدید که موهاتون کاملا رنگ گرفته نوبت آبکشی موهاتونه ببینید برای جلوگیری از ویزش مو پس از رنگ کردن موها ترجیحاً موهاتون رو با آب سرد یا آب ولم بعد آبکشی کنید رنگ کردن ابوها و موژه هم حساسیت داشت رنگ کردن ابو با رنگ مو به این علت که رنگ مو مواد شیمی بسیاری تو خودش داره میتونه باعث حساسیت شدید بشه پس یادتون باشه یه موقع خدای نکرده بعد از اینکه موهاتون رو آبکشی کردید شروع نکنید مثلا با رنگ مثلا اضافهش روی عبوهاتون بزنید یا حالا مثلا اگر برای همسرتون هستش روی ریشش بخواید بزنید چون این رنگ باعث در اصل نازک شدن موهاتون ضعیف شدن موهاتون و ریزش حتی ممکنه ریش یا حالا عبوتون بشه برای رنگ گرفتن موی زبر حالا چیکار کنه اگه موهاتون خیلی زبره و در برابر رنگ مو خیلی مقاومه قبل از اینکه موهاتون رو رنگ کنید موهاتون رو اول از همه نرمش کنید زیرا لایه های کوتیکول با نرم کردن رنگ رو بهتر جذب میکنه حالا ممکنه که قبل از اینکه شما بخواید موهاتون رو رنگ کنید بهتره که از یک ماسک مو و یا یک نرم کننده مو استفاده کنید که همین عامل باعث میشه که موهاتون بهتر و بیشتر رنگ بگیره خب حالا راه حال برای رنگ نگرفتن موهای ضب موهاتون رو بدون تست رنگ نکنید و به رنگ های روی جعبه زیاد اعتماد نکنید اگر تا به حال از رنگ مو استفاده نکردید یا مارک خاصی از رنگ مو انتخاب کردید قبل از رنگ کردن موی خود قسمتی از رنگ رو برای اینکه بفهمید حساسیت دارید یا نه روی گردن یا کنار گوشتون بذارید اگر با علائمی مثل قرمزی تورم التهاب روبرو هستید یعنی پوست شما نسبت به اون برند حساسیت داره و باید به سرعت رنگ رو شروع کنید به شستن برای اتخاب رنگ مورد نظرتون به رنگ روی جعبه زیاد اعتماد نکنید و برای اینکه حالا به رنگ مورد دلخواهتون در بیاد بعد از اینکه کلا تست کردید حالا مثلا روی یه تیکه از یه چند تار موتون تستش کنید اگر رنگی که در اومد رنگ خوبی بود و رنگ مورد علاقتون بود اون وقت میتونید رو کل موهاتون بزنید اما اگر تست کردین و دیدین رنگ مورد علاقتون نبود اون رنگو باید با یه رنگ حالا تیره تر یا باشند تر ترکیب کنید که هم به این رنگ ها میگن رنگ های فرعی ترکیب کنید و تا به اون رنگ مورد دلخواهتون در اصل خب هنگام رنگ کردن موی این اشتباهات رو مرتکب نشید قبل از اینکه موی خودتون رو رنگ کنید باید موهاتون تمیز باشه و آری از هر گونه چربی و کثیفی باشه تا اول از همه اینکه بهتر رنگ بگی. و سپس چند ساعت قبل از رنگ کردن مو موهاتون رو کاملا با شامپو بشویید اما از نرم کننده کلا استفاده نکنید قرینگام رنگ اگر موها مرتوب باشه بهتره زیر موهای خشک رنگ و مدت کوتاه تری در خودش نگه میداره خب حالا کدوم رنگ مو برای چه پوستی مناسبه و من چه رنگ موی رو انتخاب کنم که به صورتم بیاد رنگ های شوابی، مسی، شاهبلوتی، فندقی، آجوری برای افرادی که پوست تیوهی دارن خیلی مناسبه رنگ های مانند بلوند خاکستری یا صدفی قهوه مات بلوند دودی هایلایت آبی یا قرمز برای افرادی که پوستشون روشن هستش خیلی مناسبه رنگ موهای شیوی، گلبهی، مسی، کرم نخودی، قهوهی، فندقی و اصلی برای افرادی که پوستهای گندمگون و برنزدان هم مناسب رنگ موهای کرم... زیتونی تیوه قهوهی تیوه بر افرادی که پوست های صورتی و سرخ صورت خیلی مناسبه و رنگ موهای آبی خاکستری آبی تیوه قهوه‌ای و مشکی برای افرادی که چشمای آبی دارن مناسبه و رنگ های موهای طلایی فندقی مثل قهوهی سوخته برای افرادی که چشم های رنگ قهوهی باشن تا قهوهی تیوه و همینطور چشم های کهوه دار معمولا مناسب هستش خب یه سالی که ازم پرسیدین این بود که آیا رنگ کردن مو باعث سفیدی مو میشه خب از مهمترین علت سفیدی مو ژنتیکه برخی افراد به طور ژنتیکی موهاشون زودتر سفید میشه اما موی بعضی دیگر دیرتر سفید میشه از علت های سفید شدن مو بعضی از بیماری های خاصی مثل بیماری های قدرت داخلی بیماری های سیستم عصبی شکهای های جسمی و روانی میتونه باشه که با بهبود و یا درمان بیماری مو رنگ طبیعی خودش رو از دست میده اما موهایی که قبلا رش کردن سفید میمونه بعد این بود که رنگ کردن آیا به موها آسیب میرسونه خب استفاده از رنگ مو به دفعات خیلی کم کلا زیاد به موهاتون آسیب نمیرسونه عوارض خاصی نداره اما اگر موهاتون زیاد از حد رنگ کنید جنس موهای شما خراب میشه و اگر طی سال موهاتون رو زیاد رنگ کنید مثلا در طول یک سال بخواید هر ماه موهاتون یک رنگ مختلف بزنید و موهاتون رنگ کنید هم دچار ریزش مو میشید همین که موهاتون خیلی خشک میشه و اینکه کلا موهاتون هم تا که گفتم یه حالت پودمانند پیدا میکنه پس بهتر سالی بیشتر از مثلا پنج با یا 6 با موهاتون رو رنگ نکنید چون همین موضوع حتی باعث میشه که ممکنه رنگدونه های موهاتون هم تغییر بده ون کرده میشه از حد مو هم سبب خراب شدن جنس موتون میشه و باعث از بین رفتن و شادمی موهاتون میشه خب یه سوالی که خیلی از هم پرسیدین در مورد تفاوت اکسیدان هاست خب ببینید اکسیدان اکسیدان ول تن و تنها به طور جزئی باز میکنن اکسیدان ول بیست قدرت بازکنندگیشون خیلی زیاده و بیشتر همونطور که گفتم برای موهای سفیده و وی او ال سی قدرت روشن کنندگی بالا با کمترین میزان رنگ رو داره خب من اینو قبلا هم اونجا براتون توضیح دادم ولی خب این قضیه وی او ال وقتی از هم پرسیدیم این بچه این در از همون درجه اکسیدانتون هستش یعنی خیلی فرق نمیکنه حالا ما بهش میگیم اکسیدان یک اکسیدان دو اکسیدان سه ولی خب خود خارجی ها با همون مخفف وی او تن یا مثلا 20 اینا میشناسنش معمولا یه سری نکات هم راجع رنگ کردن موهاتون بهتون بگم قبل از اینکه موهاتون رو رنگ کنید و به رنگ دلخواهتون برسید ماساژمون چند روز پیش از اینکه موهاتون رو رنگ کنید خب اگر که انجام بدید هم باعث تقویت ویشه موتون میشه هم باعث بازسازی میشه خب دست ماساژ مو اینقدر تاثیر داره ولی اگر میخواید مثلا مد... موت... اگه دیدید که موتون خیلی دیر رنگ باز میکنه پیشنهاد میدم که از یک سری ماسک های گیاهی استفاده کنید که حالا این خودش یه ویدیو جداگونه است که من حتما در اصلاح وقت براتون درستش میکنم که باعث میشه که دست موهاتون زودتر رنگ بگیره اما خب حالا یکی از اون راهکارهایی که میتونید از طریق ماسک گیاهی انجام بدید استفاده از میوه است اگر که تمام میوه هایی که حالا تو منزل دارید ترجیحاً بسته به نوع موهاتون که مثلا اگر موهاتون مثلا خشک نواد از مثلا توی ماسک گیاهی از لیمو استفاده کنید یا اگر مثلا موهاتون چربه نباید مثلا از ماسک گیاهی ترجیحا زردچوبه استفاده کنید خب حالا بسته به اینکه چه ماسک به ماتون میخوره و من در موردش ویدیو قبلا براتون درست کردم حتما لینک اونم بالا براتون قرار میدم که اون رو هم ببینید ولی خب حالا یه ویدیوی تخصصی تر این موضوع درست میکنم کافیه که موها رو در اصل میوه هایی که هست رو له کنید و قبل کل موهاتون بزنید و بذارید هولوش 20 دقیقه تا نیم ساعت و موهاتون بمونه بعد از اینکه 20 دقیقه و نیم ساعت موهاتون موند موهاتون قدرت باز شدگی فولیکول موتون خیلی بیشتر میشه و همین قضیه باعث میشه که تاثیر خیلی خوبی روی رنگ پذیبی موهاتون داشته باشید و بقیه از حالا اگر که میبه دم دستتون نبود تخم و هم خیلی و بشه خوبیه که اگر قبل از اینکه مو ماتون رو رنگ کنید یا حتی بعد از رنگ کردن موهاتون وقتی ماتون رو شستین تخم و باعث تثبیت رنگ مو میشه که کافیه که یه تخم و رو کاملا هم بزنید قبل از اینکه حالا بخواید استفادهش کنید یعنی بخواید دست موتون رو رنگ کنین اون تخم رو هم میزنید با مقدار شامپوتون قاطی میکنید و قبل از اینکه موتون رو رنگ کنید کامل موتون رو باهاش میشوید بعد از هلوش 20 دقیقه تا نیم ساعت موهاتون رو با آب ولم یا آب سرد میشویید و بعد از اینکه موهاتون یه مقدار آبش گرفته شد از حالت مرتوبی خارج شد اون وقت ونگ مو رو روی موهاتون میزنید تاثیر تخم چون سرشار از پروتئین سرشار از کلاژن و باعث میشه که هم موهاتون تقویت بشه هم رنگ پذیری موهاتون رو بیشتر میکنه یعنی زودتر شما درست به موی دل خواهتون میرسید برای شستن موهای, های س... موهای سرتون رو هم نکته بهتون بگم اگر که قرار بعد از اینکه موهاتون رو رنگ کردین زیر دوش آب موهاتون رو بشورین مواظب باشید که رنگ روی پوست بدنتون نریزه یعنی سعی کنید که موهاتون رو به سمت پایین بیارید و اون شکلی بشورید چون ممکنه که کلا بدنتون رنگ بگیره و اصلا به خاطر مواد شیمیایی که داخل رنگ مو هست پوست بدنتون رو هم آسیب میرسونه و ممکنه حتی پوست بدنتون بسوزه یا حالت خارش مانند پیدا بکنه پس حتما تو هنگام رنگ کردن موتور برای شستشوین رو در نظر بگیرید. و یه نکته دیگه هم که بهتون میگم یک شب قبل از اینکه موهاتون رو بخواید رنگ کنید حتما حتما از روغن های گیاهی مثل روغن ناگیل، زیتون، آرگان، روغن گل بنفشه و حالا هر روغنی که فکر میکنید که حالا دم دستتون هست استفاده کنید که تاثیر رنگ و موهاتون باز برای فرداش که میخواید موتون رو رنگ کنید خب خیلی بیشتر بشه همون از اینکه تا انتهای ویدیو همراه من بودید اگر از این سرک ویدیو خوشتون میاد حتما ما رو در کانال یوتیوب سابسکرایب کنید لایک کنید و همون کامنت بذارید مرسی که تا انتهای ویدیو همراه من بودید و اینکه اگر سوالی داشتید تو قسمت کامنت از من بپرسید زنگوله رو حتما بزنید که اگر ویدیو جدید گذاشتم در اسرع وقت ویدیو ما ببینید و نکته مهمتر پایین یک واژه شیو داره حتما ویدیو بر